این شما و این هم محمد علی پردل از ایران در مسابقات دبی. بریم ببینیم که در این مسابقه علی پردل چیکار میکنه، بازیشو ببینیم و لذت ببریم. با من همراه باشید. خب اینجا محمد علی پردل عزیز قراره با شخصی به نام ولید ماجد، اگر اشتباه نکنم این کشور قطره، و چه بازی قراره با هم، نه فریمه، چه بازی قراره با هم دیگه انجام بدن؟ به چینه بهتون بگم. 9 بال. بریم به سراغ این بازی جذاب. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. اصلا نوع پخش کردن میگم با یه بازیکن حرفه‌ای طرفی ندید و صبوری کنیم ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره. 9 بال هم سختی های خودشو داره، شانس توش دخیله و سختی های خودشو داره دیگه. این هم بچه نامه شما بگم و این که مثلا میگیم 9 بال 10 بال 9 بال 8 بال 10 بال، مثلا این ما از مثلا 10 بال خوشمون میاد فلان و بیسانی حرفا، هزاران نفر داریم که میگن آقا مثلا 10 بال حال نمیده، 9 بال خیلی مثلا جذابیتش بیشتره. خیلی چیز سلیقه‌ایه، خیلی خوشگل ضربه میزنه، من اصلا میگم از بریک زدنش خوشم اومد. این نوع ضربه زدنم فقط هم ضربه زدنای نچراله. ببین یه تاب خیلی بالی، یه تابی میده چوبو میزنه، خوشم اومد. ندید خوشم اومد. بریم ببین مثلا بازی علی رو من خیلی بازی کلاسیکی میدونم، ولی الان بازی ماجد رو خیلی نچرال میبینم. حالا سوال نیما، تو از کدوم خوشت میاد؟ من نچرال خوشم میاد. چرا؟ مثلا مثل افرن ریس، خب بازیکن امضای خودشو داره. میگیری چی بهت میگم؟ بازیکن امضای خودشو داره. حالا بریم ببینیم که فریم اول رو که میبره، بریم به سراغ فریم دوم ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره. توپ اول نارنجی سبز، بعد قهوه‌ای و مشکی و زرد. فکر کنم کار سختی علی پیش روی خودش داشته باشه. اگه دقت کرده باشین در رابطه با لول بازی علی پردل صحبت نمی کنیم. چرا؟ این بازی ازش دیدیم و می دونیم که بازیش در چه لولی هستش. صرفا باید بشینیم ببینیم که رقابتی که داره انجام میده میتونه ببره یا که نه. قطعا می دونیم جزو 5 تای بهترین بازیکنهای ایران هستش، تاپ 5 ایرانه و ببینیم چه اتفاقی رقم میخوره. اومد علی رو ماسک بکنه، من بگم اسمی که ماسک بکنه و توپ رو دو دستی تقدیم علی میکنه. ببینیم از این موقعیتی که به دست اومده علی چه استفاده این میکنه. وای به سختی، والا آسونم نبود، ولی چه میسی داد، چقدر بد زد این ور ماجه. آها نه ببخشید باز خواهی میکنم، یه لحظه فکر کردم باید سراغ توپ 6 بره. فکر کنم این که قاعدتا با ساید چپ میزنه دیگه که کیوبال بخوره خوش رو پرت کنه بیاره اون ور میز. و خیلی شیک و مجلسی پشت 9 و 9 میزنه. بریم به سراغ فریم سوم بازی. 2-0 نماینده قطر افتاده جلو. علی میره رک رو علمه رو مرتب منظم میکنه و دقت بکنین که 9 رو علی از بغل بریک میکنه. اکثر بازیکن جهانی هم من دیدم از بغل این کار انجام میدن.
توپ سه رو میزنه، توپ سبز رو باید بزنه باریکلا. و اینجا هفت رو میزنه، یه زاویه خیلی سخت میگیره برای هشت. وعدی باریکلا میزنه و میاد پاشا نو و کار رو تموم میکنه. آفرین آفرین آفرین. بریم به سراغ فریم پنجم بازی. 3-1. خیلی باحال میزنه ضربه‌اش. بچه میبینید تاب میده موقعی که میخواد ضربه بزنه. خیلی جالبه. شلاقی دیده بودیم، تاب و دیگه ندیده بودم من. اینجا ماسک میکنه توی ناین بالم. بدونید که حتما باید توپ، اصلا کلا این قانون رو بدونید تو بیلیارد هستش، توپ باید بعد از ضربه به باند برخورد بکنه. علی هم خیلی خوب و تمیز از اسنوکر خارج میشه. حالا الان میگین چرا این کارو کرد؟ گفتش که من که قرار خطا بدم، پس بذار حداقل توپای علی رو خراب بکنم. دقیقا همین کاری که الان میخواست انجام بده. این چقدر بازیکن با تجربه است. بعد درست زد ضربش. چنان دوتا بازیکن درگیر ضربات سیف هستن. بر تک تکتون هم آرزو میکنم هر کنم این دوتا رشته رو، حال تر رشته ای هستین، به آرزوهاتون و به خواسته هاتون برسید. خیلی جذابه تارگت هایی که آدم داره تو زندگیش تاچ میکنه. بریم به سراغ توپ پنج. واه پنج الان باید بریم سراغشون. 3 بود. بعد سمیه ها، بعد سمیه واسه خودش. کار علی عجیب سخت. 4-1. خب توی فریم شیشم توپ افتاده دست والد و آقا خیلی کار علی سخته. اینم هر جوری حساب میکنم این بازیکن چقدر اذیت بکنه. یه ضربه جامپ خوب واه میزنه. فکر کنم ماسک شد، فکر کنم ماسک شد. واه توپو نمیندازه. هر کس به 9 برسه بازی رو برده. فعلا تا نصف ماجرا رو قطعا با هم دیگه تماشا کردیم. دو تا بازیکن از تجربه خوبی برخوردارن. واه اینجا دیگه نمیتونه کاری بکنه.
جا خطا میشه، بالین هند میشه و توپ در اختیار علی پردل باید قرار بگیره. توپ هم تقریبا همه چسبیدن به باند ولی چیزی مزاحمشون نیست. آیا میگیره شیشو؟ نه. باشه قشنگ نگاه کنید دیگه بازیکن چی کار میکنه دیگه. چقدر خوب زد ولی در اومد. تمیزتر میزد ماسک بود. ولی کلا چه توپ سختی رو زد، چه توپ حیاتی رو هم زد. با اینجا خیلی راحت میاد پشت توپ نو. ولی کلا 4-2. بریم به سراغ فریم هفتم بازی. بازی قشنگیه. دوتا بازیکن با تجربه قوی قدر. احتمالا ضربه پوش اعلام کرد دیگه که اونطوری زده. اوه 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 باریکلا باریکلا. چه 1-2-3-4-5 باند فکر کنم زد خورد بهش. آفرین دیگه، ضربه خوب بوده. باید تعریف کنیم دیگه، ضربه واقعا خوب بوده. نه اینجا علی خالی میره و خطا. بالین هند میشه برای این بازیکن قطری. سراغ توپ 8 میزنه و میره سراغ توپ 9. قویه آقا، قویه، هیچ کاریش نمیشه که. بازی هم 10:30 به وقت محلی دبی داره برگزار میشه. بریک میکنه علی. 5-2. همچنان فرصت هست برای جوپان. تو یه پاکت بیلیارد همیشه اتون باشه. تا اون لحظه آخرم فرصت کامبک هست. جالبی و سختی موضوع همینه. باری کلابای ضربه استان خطی میاد پشت 8 و فریم 8 برای علی پردله. بریم به سراغ فریم 9-5-3. همچنان ماجد جلو افتاده از علی. بریک با ماجد. بریک میکنه، پش میفته. بالین هند چون داستان سه خطا پای سر هم توی ناین بال هم هستا، فقط تو تن بال نیست. کلا با یه بالین هند فریم رو از ماجد میگیره.
4 و 2. فکر میدونم توپی افتاده باشه. چرا افتاده؟ یه توپ افتاده، یک رو میزنه، میره به سراغ توپ 2. به سمت این ور بازاره، امیدوارم ماسک نشه. شد. اونجا هم جامپ نمیشه. دوتا رست آورده، میخواد دبل رست جامپ بزنه. واه، کیو بالش پرت میشه بیرون. افتاده دست ماجه. 5-4 فاصله رو به کمترین حالت ممکن علی رسوند، ولی هنوز بازی وسط های راهیم، دقیق فیکس وسطیم. و اینجا ماجه فریم رو میبره. بریم به سراغ فریم 11. 6-4 به نفع نماینده قطر هستش. رفقا لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. که انرژی هاتون نیفته دیگه، انرژی ما نیفته در واقع. نه، علی نمیتونه اینجا یکو بزنه، ولی ماسک میشه. عذرخواهی هم میکنه از حریف خودش. حریف شمعی ضربه الهی با امید تو مددی میزنه و موقعیت رو میده به علی. توپ 2 این وره میزه. خیلی پاور زیاد بود، رد کرد، ولی قاعدتا فکر کنم بندازه. نه اوه چقدر بد، چقدر بد زد این ضربه رو. نوبت توپ 4. یه میز خوبیه، فکر کنم این فریم هم بزنه. من گیری تو میز نمیبینم با توجه به بازی کن. بچه بازی هایی که میبینید اینقدر تاریکه، فقط چراغای میز روشنه، خاطر همینو بازی کنن. رو اگه دور اطراف میز میبینید اینقدر تاریکه هم بخاطر همینه. میاد یه هفت خوب میزنه، 8 رو میزنه و میره سراغ توپه. 9-7-4 دوباره یه سه فریمی از علی پردل افتاد جلو. ببینیم که علی میتونه دوباره فاصله رو کم بکنه یا حتی جلو هم بیفته. بعد منتظر باشیم و بشینیم و ببینیم و کیف کنیم. خب توی بریک توپای زیادی افتاد، دو سه تا فکر کنم توپ افتاده. یک تعریفی نیست ولی میشه انداختش. باریکلا میره سراغ توپ 7. باریکلا فریم 12 به نام علی پردل ثبت میشه. میز خوبی بود. 7-5 بریم به بریک ماجد. داورم میاد کیوبال تمیز میکنه و در اختیارش قرار میده. جالبه و برم یه بار رومیز این شکلی مثل ماجد پخش بکنم ببینم که جواب میگیریم. خیلی با حال ضرب دستش، یه حالت این شکلی رو طی میکنه، خیلی جالبه. یه یو که نمیشه گفت،
بذار فارسیشو بگم بهتر، مثل یه کلمه ب رو در نظر بگیرید، این ب یه همچین شیبی داره ضربش، خیلی جالبه، منحصر به فرد قاعدتا برای خودش. فریم 13 رو داریم با هم دیگه تماشا میکنیم، تلاشش به جایی ختم نمیشه. اینجا با اف زیر خوب یه کنونی هم میکنه با توپ 7 برای توپ 6 اقدام میکنه، ببخشید توپ 5. باشه میگم این رنگ و لاب، من اولا که تلویزیون از من یکم دوره، بعدم که تصویر سیاه من یکم رنگا رو بد میبینم، عذرخواهی میکنم اگر که اشتباه میگم. توپ 6 رو میزنه، واه تصمیمش این بود که از این ور بیاد پشت 8، جالب بود اینم در نوع خودش. آه این فریم رو ببره داستان شروع میشه. آها حالا دیگه باید صحبت از کامبک بزنیم، آیا علی بردل به ماجد کامبک میزنه یا که فکر کنه از مسابقات حذف میشه، فکر کنم وقت دومش میشه اگر ببازه، نمیدونم بعد جدول نگاه بکنم، ولی مهم نیست، ما برد و باخت رو میخوایم نگاه بکنیم. علی بریک میکنه، هیچ جای اشتباهی دیگه از این لحظه به بعد نداره. ولی خب بازی ها وینر بریک نیست، نوبتیه و بعد منتظر باشیم ببینیم چه اتفاقی رقم میخوره. قطعا که تجربه و سواد و علم و علم و دیگه نداری، سواد علم تجربهش رو داره که کامبک بزنه. ارکلا این از فریم 6، بریم به سراغ فریم 7، یعنی هفتمی چه میتونه بگیره. کار میگم کار سخت پیش روی علی هستش. چی شد؟ خب ضربه پوش رو انتخاب میکنه. خب علی میگه خودت بزن. آها توپ بان نخورد، این دیگه اوج بدشانسیه، بازی کنه دیگه توپ نزنه به بان بخوره، نشونه چیه؟ بلکه الله فشار بازی که تو اون توپ به اون سادگی رو نزنی بخوره به بان، عجیبا غریبا. به 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 فریم رو مثل قند داد به علی بردل. 8-7 بریم به سراغ فریم 16 بازی. یک کوچولو ماجد داره بعد بازی میکنه، این چه سوتی بود. ولی خب علی هم از کوچکترین قلمرو فرصت دریغ نمیکنه، خودش هم میدونه هیچ جای خطا و اشتباهی نداره، لب مرزه. ما که قاعدتا دوست داریم دیسایدر ببینیم و بی صبرانه نشستیم. یک رو میزنه، همونجایی که اخلاق منو میشستیم، من هیچ وقت برای کسی حالا آرزوی برد و باخت نمی کنم، چون برای یکی که آرزوی برد میکنی انگار میگه آقا طرفت ببازه، آرزوی قشنگی نیست برای کسی. انشاءالله موفق باشی، همین انرژی خوب آدم بهش بده، نه اینکه انشالله ببرید حریفت سقج. اوکی توی این فریم هشت ببین به نظر آسونه ها، فشار بازی رو باید در نظر بگیری. باریکالله علی مثل قند میزنه و دیسایدر بریم ببینیم برنده این رقابت حساس علیه پردل هستش از ایران یا والد ماجد از قطر. رفقا لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. بریک با ماجده، تو چند تا توپ افتاد.
ماجد میزنه. دو سه پنج. بوی باخت میاد. هفت هشت. و اینم از توپه. نو تمام. خب رفقا، بازی علی پردل رو هم دیدیم در مسابقات دبی. به نظر من بازیشون، گفتم کار علی سخت بود و اینکه دیگه فریم آخر هم هیچ کاری ازش بر نمیاد، دیگه بریک کرده، جمع کرده، میزود دیگه از دست هیچ کسی کاری بر نمیاد. امیدوارم که از این ویدیو جذابم لذت برده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب هم فراموش نشه. تا یه شب دیگه، یه ویدیوی دیگه. فعلا خیلی شاکریم. عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیاردشو دریافت بکنید. پکیج آموزش تصویری بیلیارد هستون که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد هستون که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش.